قد کی بلندتره؟ هر بار بهمون سه تا بازیکن نشون داده میشه که قد هر بازیکن پشت پرده پنهون شده و ما باید با هوش و چشمای لیزری که داریم در 7 ثانیه حدس بزنیم. هر بازیکنی که شما حدس بزنیم یه بازیکن دریبری وارد تیم میکنیم و هر بازیکنی درست بگیم مستقیما میاریم توی تیم و به جنگ با پروپلیرهای ای فوتبال در بهترین دیویژن ها میریم. اولین راند آقا دوناروما، مارکینیوش و رودیگر. الان فقط مشکل گاتسه اینه که اینا سرچونهشون معلومه. الان من از کجا تشخیص بدم؟ آجی نگون طبیعتا الان دوناروما سرشونش بزرگتر الان توی این عکس، مثلا این کوچکتر سرشونش، این مثلا شاید هم بابا لنگراس باشه، اصلا به سرشونه نیست. آقا بنده میگم مارکینیوژ نیست، قد بلند این داستان بین اینا که مارکینیوژ نیست، یا رودیگر یا دوناروما. من میگم دوناروماه. فوش درست گفتم مارکلا، یک و نمد و چش بود دوناروما. پس دوناروما به عنوان کاپیتان تیم وارد ترکیب شد. بازیکنای بعدی نیمار، رونالدو، اون آقا چیزوفسکی. آقا نیمار که هیچی، اصلا معلومه داداش اینقدر سرشونهش آوردی بالا معلومه قابید. چی باگی کارو گرفتم؟ سرشونه هر کی بالاتر باشه یعنی قدش کوتاه‌تره. الان نیمار سرشونهش خیلی بالا، قدش کوتاه، اون چیزوفسکی هم یه مقدار سرشونهش بالاتره، ولی رونالدو از همه سرشونهش پایین‌تر. قطعا رونالدو اینجا قدش از همه بلندتره. بارکلا، 1.87 سانت کریستیانو رونالدو. رونالدو هم بمونه دوباره این بازیکن وارد ترکیب شو. راند بعدی صلاح، مسی، امباپه. اوه سخت شد آجی، دهنه تو سرویس اینجا اون باگه جواب نمیده. الان سرشونه مسی از همه پایین تر یعنی قدش از همه بلندتره، نمیشه اینجا. ببین صلاح قدش از قدش تقریبا اندازه مسی، من احساس میکنم امباپه که تو پی اس جی با مسی بازی میکرد قدش از مسی بلندتر بود. من احساس میکنم امباپه از صلاح هم بلندتره. بارکلا درست حد میزنه. امباپه به عنوان سومین بازیکن وارد ترکیب شو. وای این خیلی سخته. این هالند، هریکین، لوانوفسکی، داداش اینا من مطمئنم کلا با هم دیگه 2 سانت فاصله دارن. من چشمی میخوام بگم، یعنی اون چیزی که خودم حدس میزنم هالند از همه قدش بلندتره. هریکین رو نمیتونم درست ببینم ولی خیلی به این نزدیکه. من میگم هالند از همه بلندتره. وای تو رو خدا 1.94 هالند. واقعا لوانوفسکی نزدیک 10 سانت از هالند کوتاه‌تره. از هالند میومد بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. خوبه داریم خوب پیش میریم. خب بازیکنای بعدی، او دست آقا دیبروینه زده بیرون. اینا میگم تو الان واقعا خیلی خوب پیش رفتم، همه رو گفتم ولی من احساس میکنم گولیت از همشون قدش بلندتره. میخوام سری برم گولیت رو انتخاب میکنم. برو خود نگو دیبروینه. بورکلا واقعا 1.91 گولیت به من بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. بازیکنای بعدی وسطی اصلا من نمیشناسم، وسطی رو نمیشناسم، این کیه من دادم؟ لمپارد و اودگارد. من میگم اودگارد، من میگم اودگارد قدش از بقیه بلندتر، جدی دارم میگم 2 سانت. ولی اشتباه گفتم، قدش از همه کوتاه‌تر بود. سنگین ترین شکستی بود که تو زندگی میخورم، اصلا باورم نمیشه. پس یه بازیکن دری برای وارد ترکیب شد. اون بازیکن لژنده ایشونه، پیرلو کیمیش. فکر کنم زاگس اون وسطی قدش بلنده دیگه. ببین وسطی خدایی قدش بلند نباشه من میدونم با تو، من میگم وسطی. وای بارکلا، اون دوتا اندازه هم بودن دقیقا، باورم نمیشه. سیلوا به عنوان بازیکن بعدی برای ترکیب شو. تا الان خدای عالی کار کردم. اولورکانت رو اینجا قیافش مثل این دار کوچیکا که قهر میکنن. ببین اگه بخوایم از باگ سرشونه بریم، اینجا زومر کوتاه حساب میشه. اصلا اولورکانت کوتاه‌تر از همه است، دستش هم زده بیرون. من میگم اولورکانت کوتاه‌تر از همه است، زومر متوسط، نویر از همه بلندتره. بارکلا اولورکانت از زومر بلندتر بود. به هر حال نویر رو درست گفتم. بابا خب ما دوناروما رو داریم، واسه چی باید یه برو تعویزی بابا. بازیکن بعدی پویول، یعنی همه جا هست، یعنی خدا شاده این همه جا هست، همه جا هم ما رو میبازونه. اون راسیه رو که میدونم قدش بلنده ولی نمیدونم چنده. پویول هم به چهرهش نمیخوره حاجی، ولی این قدش بلنده. و واران فکر کنم 1.88 تا 90 اینا هست. من احساس میکنم واران از پویول بلندتره ولی راسیه شاید از همهشون بلندتر باشه. برای همین در عین بیمنطقی من پویول رو انتخاب میکنم. اگر اینجا قرار هستش که اون راسیه انتخاب بشه، دفاعمون همینجوری ریده هست، من وسط پویول انتخاب میکنم که کلا یه ریده بیاره تو تیم دیگه. آی بابا نه، واران 1 سانت بلندتر بود. پس یه دفاع وسط مزخرف به جای اون هاور رو ترکیب شد. بابا انقدر دفاع وسط میشه ندی، خب معلومه فنده که از همشون بلندتر هستن. بارکلا 1.24 سانت فاصله رو درست تشخیص میده در یک نگاه.
پس فنده که اومده بازیکن بعدی برای دفاع چارد. بازیکن های بعدی دیویز هرانز. با من اصلا هرانز نمیدونم این لوکاس یا تئو هستن. بالده ببین دیویز من قدش دیدم قدش بلنده واقعا اون چیزی که نشون میده تو زمین نیست. ببین هرانز سرشونش بالاتر خب بعید اون باشه. بین بالده و دیویز من دیویز رو انتخاب میکنم. بارک بو ریدی یک سان تو من چجوری حدس بزنم آخه یک سان تو چجوری آقا به خود من گفت بابا اینا دیویز 184 من درست گفتم آقا دیویز رو برمیدارم میارم از دیویز رو من بازیکن بعدی برای ترکیب شاد بازیکن های آخر ال آربی مون سمت راستی وایت اگه اشتباه نکنم آرنولد و حکیمی بنده احساس میکنم از بین آرنولد و حکیمی بلنده ریدیم وای این خیلی سخته ای اگه اشتباه بگم نویر رو میذارم دفاع راست آرنولد حذف وایت 100% وایت برکلا بابا از وایت بمونه بتون آخر برای ترکیب شو حالا با یک بچکن ترکیب درست میشه از سری هم به سمت بازی اول میرمی اولی حرف دیوینه سه خیلی واسم عجیب بود که همه آنتناش پر بود اما ترکیب حریف ریدیم وای پیرلو هم داره این بر بزن دو گوشه آید امباپه میخواد بیار بسم داخل وای 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 بگی بگی اینو پاسنده بگی پاسنده دف کن بده این بر بده گوشه پاسکار گواردیولای بده گولیت اشتباه کردی اون بر رو باز کردی حالا بده اینجا آی برو کنار آی برو کنار برو کنار شوت کن بده امباپه بده امباپه تو رو قرآن بابا ویلی کن پسگرنه یارو خورد دیگه بیش از حد رئال بازی واسه لب خط بریم واسه سانت کردن ارسال میشه اونجا میزنه 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 رو در میاره نیمار سانتوس حرکت میکنه اونجا میخواد واسه شده بیاد اونجا شوت بزنه بازی کنه ما میتونه تو بازش بگیرن رفتم واسه ارسال پیرلو خطریه بگیرش بگیرش دو متر قد ریدی برو پشت برو پشت رونالدو آبرو کلا رونالدو برو کلا برو بری رونالدو بده این ور بده این ور درست بده پاسه رو فوش دیریم زدم نه توپ در نمیادم اونجا یعنی من دو بار تا الان زدم پس کله دو تا بازی کن برو خودت آوری کلا ارسالش کن برو کلا کریستیانو رونالدو برو 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 امباپه تیر دو تیر دو تیر دو تیر دو رونالدو توی دروازه است بابا سی چی بالا پای میپری تو اوه چه دریبل زیبایی رونالدو هالند رو بنداز هالند بده عقب بابا پاس بده عقب ای عزیز شما از وسطو بگیری اوه 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 بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون برو گولیت گولیت جان گولیت جان گولیت جان گولیت جان بده عقب دیویز بکش بچ تمام شد هیچ گوهی نخوردین شما بازی اول به بتر نشه که مساوی کردیم اصلا دو نتورق بازی بعدی حریف دوم دیویژن 3 3056 ترکیب گل چیه بود پنج دفعه دو تا دی ام اف هم گذاشتی دادا چیکار داری میکنی با خودت برو شروع کن ببینم تیم نساج باخ نمیده به کسی برو ببینم آقا گولیت برو برو گم شد آفساید ترپ مثلا واسه من گذاشتی چه صافت ارسال میکنم یه هد و توپ چرا به امباپه نمیرسه گم شو برو دیگه امباپه امباپه تو رو جان پدرت امباپه امباپه شوتو بزن توی دروازه کلین امباپه سینه میگی اساس شادی گل نکن تو نستاجی فهمیدی برگرد 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 همین نیمار رو بگیر همین نیمار نیمار رو پدر سگو بگیر آقا بگیر اینو بار کلا احمق اصلا من گفتم به اون پاس بده رونالدو برگردون ای رونالدو جان که پیر شدی این برگردون حساباتو نمیتونی بزنی قرون شکلت اذیت نکن خودتو گلای دیگه شما عوضش میزنی خب انقدر شجاع رو شلوغ کردم یا روش غلطی نمیتونه بکنه کاتو بده حالت چه گلی میزنه وای عزیز برگرد شما این مپای پدستگو بگیرش بابا اینو بگیر خودمو صد تا شوت زدیم دو تاش گل شده یه دونه زرد درتی رفت تو گل کجای عدالتته خدا بده عقب بده بیرون رونالدو گل نشود عزیزم اینجا دیگه راه بسته میشه عزیزم اینجا اسپاز رسیه نمیدونستی شما نه گل خورده انجا گل بشه گوه خورده بود انجا گول میشه برگرد برگرد خطری داره میشه نگیر اونو آقا اون همه بابا اصلا نیمار بلد نیم و پای چپ شوت کنه این مستقیم اصلا نمیتونه بزنه کات فقط میتونه بده خدا این چیته دیگه برو هالند بابا بشور برو به خدا هوش شما زیر صفره کودن وایسته داره نگاه میکنه بابا این اصلا دیگه نمیشه انجا گول بشه به خدا بزن یا بزن گل رو بزن گل رو بیا برو گم شو با دفاع بهت گل میزنم پدر سگ چیتر با بازیکن آشغال دفاع وسط هم بهت گل زدم اینو به همه بگو
بگیرش، بگیر این رومار یورو. بابا اونا بگیر اینا، گل نمیکنه. قسم میخورم این چیته. یورو هر جا میزد میرفت تو گل ما. ما یه دونه توپ، من نمیدونم ادیتور دید یا ندید، یه دونه توپ دوناروما نتونست با دستش بگیره نگه داره. بری مثلا اون دوباره دیوین 3028. بابا جام کنین بابا دیگه، یه نمره سانتوس دادین همه اندش درباره اون دارن تو ترکیب. شوت کن رونالدو خودت، ول کن اون احمقو. شوت فوک. لب خط با من آقا، لب خط با بنده، تیر دور رو بگی شما فقط. الان من با گاو بودم میگفتم تیر دور رو بگی، متوجه ای؟ بنده با گاو بودم میگفتم تیر دور رو بگیر. بده شوتت کن بده. هی به خود اون یارو بود شوت میکرد گل میشه، حالا شوت ما گل نمیشه. بزنه دو مردی که گل جان شوت، گل شوت بابا، بزن بره تو گل. تمرکز ندارم بابا، ای به من پیام میدن. باش باش رونالدو، به شوتش بارک الا یک بر یک. آقا یکی نیمار رو میخواد بگیره، خیلی داره رو مخه من را میره. آقا بگیر اون نیمار رو، داره میره خب. وای وای چه گل مفتی میزده بابا.